جناب پروفسور منصور، طی روزهای گذشته به خاطر حالا اخباری که منتشر شده بود و به خصوص حال خبر اینکه قرار بود که حالا به هر حال بخشی از پولهای بلوکه شده ایران آزاد بشه و از این خبرها در واقع دلار توی ایران با یک افت قیمتش مواجه شد، اما امروز دوباره شاهد بودیم که قیمت دلار به آستانه 50,000 تومان رسید. تحلیل شما در این خصوص چیست؟ بعض دروج ملاحظه بفرمایید. اصل قضیه این است که قیمت دلار با توجه به قدرت خرید دلار در جهان و قدرت خرید ریال در ایران مدام در حال تغییر به زیان ریاله، یعنی چون ریال از تورم 40% تا 50% رنجوره و دلار حد اکثر در این شرایط بیماریش 8-9% تورم داره، ناگزیر دلار نسبت به ریال گرونتر میشه. ولی اصل مسئله در نظام پولی ایرانه. نظام پولی ایران قدرت خرید پول ملی رو هر لحظه و هر روز فرسایش میده و کاهش میده و همین کاهش سبب میشه که نرخ اون در برابر دلار مدام کاهش پیدا بکنه. ملاحظه بفرمایید وقتی نرخ دلار در برابر ریال افزایش پیدا میکنه، این تنها نرخ دلار نیست، برای اینکه تمام کالاهای سرمایه‌ای مثل ظروف مرتبط با هم مربوطن در جهان. یعنی نمی‌شود که دلار بالا بره یورو بالا نره، ین بالا نره و تمام پول‌های معتبر دیگر فرانک سوئیس بالا نره و به همین ترتیب دیگر کالاهای سرمایه‌ای نظیر مثلا طلا و نقره و پلاتین یا مثلا کالاهای ساختمانی اتومبیل همه اینا بالا میرن. معنیش این است که اینا بالا نمیرن، این پول ملی ایران است که مدام داره ذوب میشه. حالا در چنین شرایطی دولت در واقع به گفتار درمانی متوسل میشه و هر از گاهی خبری رو شایعی رو را میندازه به این اعتبار که ما بخشی از پولهای بلوکی خودمون رو آزاد خواهیم کرد، یعنی ارز وارد نظام بازار خواهد شد و در نتیجه این ممکنه اگر مردم رو جدی بگیرن، اگر بازار جدی بگیره ممکنه چند روزی کاهش بده، ولی وقتی ببینن که چنین ارقامی وارد نشد، ما چند ماه صحبت از این میکنیم که نمیدونم 20 میلیارد دلار وارد بازار خواهد شد، چون نمیشه دیگه این خبر هم میشه داستان چوپان دروغگو. یعنی بازار همین این خبرها در واقع بدون پشتوانه است و فقط برای اینکه تاثیر روانی روی بازار بگذاره، دلیلش این هست، همین که صحبتی در بیرون آغاز میشه هنوز صحبت از اونجا که به این نتیجه میرسه واقعا مذاکره ای انجام گرفته یا نه این خبر رو پخش میکنن. مسئولان درجه اول اقتصادی کشور از وزیر ارز کنم اقتصاد و رئیس بانک مرکزی و وزیر خارجه این تولید توضیح میکنن این خبر رو و این اعتبار خودش از دست میده. حالا این توافق اخیری که بنا به علل کاملا مشخص برای اینکه توهم حاصل نشده آزاد می شود در حدود زیر 3 میلیارد دلاره و اینم به صورت پول وارد ایران نمیشه که در بازار بشود تزریق کرد، بلکه به صورت پول در بر دلار در برابر ارز کنم خوراک کالا داده میشه، بنام کالاهایی که ایران مجازه، یعنی کالاهای دارویی و خوراکی. به این ترتیب بازار این نوع درمان ها رو قطعا جدی تلقی نمی کنه، در نتیجه نرخ برمیگرده به حد خودش. در حالی که نرخ تورم در اردیبهشت ماه حدود 60% در واقع رسیده، آیا اساسا میشه انتظار داشت که بازارهای اصلی از جمله طلا، دلار، مسکن و خودرو یک کاهش قیمت پایدار داشته باشن؟ ببینید دوباره برمیگردیم اون نکته اولی، برای اینکه مسئله کاهش قیمت نیست. مثلا طلا قیمتش بالا نمیره در سطح جهان، طلا رو شما به قیمت به پولای دیگه بسنجید، نوسان‌های خودش رو داره، مثلا تأثیر میپذیره از نرخ بهره که روی نرخ تنزیل بانک مرکزی آمریکا برای که به اون مربوطه، ولی اینها نوسان قیمت طلا نیست. وقتی که پول ملی ایران کوچکتر میشه قطعا طلا نسبت به اون گرونتر میشه، دلار، ین و یوان حتی پولهای دیگر نسبت پول ملی ایران گرونتر میشه. یه نکته رو اینجا توضیح عرض کنم، اونی که ببینید پول یا دلار مثل هر چیز
دو تا معیار داره، یکی معیار قدرت خریدشه، یکی معیار قیمتشه که از طریق عرضه و تقاضا پدید میاد. قدرت خرید دلار ممکنه برابر مثلا یک دلار 6000 تومان 5000 تومان نباشه، ممکنه پایین تر از اون باشه وقتی میسنجیم، اما چون در ایران عرضه دلار کمتر هست به این طریق قیمت دلار بالا میره، نه اینکه ارزش دلار بالا بره. و این تا زمانی که این توازن از طریق تجارت خارجی ایران تعدیل نشود ادامه پیدا خواهد کرد. و ملاحظه بکنید شما با ارقام رسمی تجارت ایران نگاه کنید، سال گذشته حدود 58 میلیارد دلار نفت فروختیم، حدود 52 میلیارد دلار کالاهای غیر نفتی فروختیم، این میشه 110 میلیارد دلار. اگر این دلارها وصول شده بود در برابر 50-58 میلیارد دلار واردات، ما زیادی ارز داشتیم. این نشون میده که به هر علتی و به علل قابل فهم این پولها وارد ایران نمیشه. آقای پروفسور، پیش بینی شده که در پایان بهار و تابستان امسال در واقع ما شاهد یک موج بزرگ تورمی در ایران خواهیم بود. به نظر شما تلاش‌های دیپلماتیک جمهوری اسلامی و آزاد شدن بخشی از مطالبات، حالا به صورت کالا همونطور که شما گفتید، آیا میتونه اثری داشته باشه در وضعیت و شرایط این حالا بحران تورمی؟ از کلام در مورد چشم‌انداز قیمت ارز نظرهای متفاوت گفته شده، مثلا نظرهایی که ما داریم یا در اقتصاددانهای ایران دارن یا مقامات رسمی اعلام کردن، چه بسا متفاوت از به نظر یک صندوق بین المللی پول داده که اونم البته متأثر از گزارش‌های خود جمهوری اسلامی است. ولی برگردم به اصل قضیه، ببینید تورم امروز در حد 50% در ارقام رسمی عرض میکنم، تورم نقطه به نقطه در حدود 60% گزارش میشه، یعنی اسفند امسال نسبت به امسال گذشته، یعنی تورم بالاتر. و بین این ارقام رسمی هم خیلی قابل اعتبار نیستن، در نتیجه تورم های بسیار بالاتر از این رو ارزیابی میکنیم. یک دلیلش عرض کنم خدمتتون، ببینید تورمی که برای شهروند ایرانی محسوسه اون تورمی که در شاخص هست نیست. ما در شاخص از حدود 370-380 نوکالا صحبت میکنیم، در حالی که مردم لوازم ضروری خودشون رو از گوشت و نان و شیر و پنیر اینا رو میخرن، تورم روی این چیزا خیلی بالاتر است. در اینجه تورمی که برای مردم حس میشه خیلی بالاتر از 50%، 60% و 80%. اما اینکه این آزاد شدن ها به صورت قطره شکانی کمکی به اقتصاد ایران خواهد کرد، پاسخ این است که ممکنه یک اثر بسیار کوتاه مدت و کوچک داشته باشه، ولی نه، برای که نیازهای ارزی ایران بسیار بسیار بالاتر از نفت. ایران فقط در صنعت حیاتی خودش که نفت و گاز باشه بیش از 400 میلیارد دلار نیازمند سرمایه گذاری است. و با این آزاد کردن ها، این آزاد کردن است، توجه بفرمایید، این صدقه سری که نیست دولت ایران به بساطه به نیابت ملت ایران دریافت کنه، این پول کشوره که بر اثر سیاست‌های نادرست همین دستگاه بلوکه شده. اگر اون سیاست‌ها وجود نمی‌داشتن یا درست می‌شدن، این بلوکش هم پدید نمی‌آمد، هیچ دلیلی برای تحریم ایران وجود نمی‌داشت. سپاسگزارم جناب پروفسور منصور از گفتگو با ایندیپندنت فارسی. خدا نگهدارتون. موفق باشید.